سلام، امروز به تاریخم یادم نمیاد، 24 تیر ماه 1401، و اینکه من چند ماه پیش، حدود 6 ماه پیش، ویدیوی آنباکسینگ این دوربینی که دارم باهاش ثبت میکنم، دوربین گوپرو هیرو 10 بلک فکر نکنم آره دیگه هیرو ده بلک رو ضبط کردم، و بعد از 6 ماه یک سری کامنت ها گرفتم. خیلی از بچه ها لطف داشتن، ویدیو رو لایک کردن، ویدیو رو دیدن و خیلی سابسکرایب کردن کانال منو. و اینکه خیلی هم سوال پرسیده بودن که تو چجوری این دوربین رو خریدی، چه قیمتی خریدی، از کجا بخریم، خوبه فلان و اینها. و حالا توی کامنت ها من یه سری توضیحات دادم، ولی میخوام الان خیلی جدی در مورد این قضیه صحبت کنم و بگم که چجوری شما میتونید دوربینی که توی ایران نمایندگی رسمی نداره و اینکه قیمت مشخصی به خاطر همین عدم وجود نمایندگی رسمی توی ایران نداره رو چجوری میتونید بخرید و مطمئن باشید که جنسی که میگیرید اصل و اینکه باز نشده تا حالا، استفاده نشده تا حالا و یک جنس اورجیناله به اصطلاح کلی. کاری که میخوام بکنم اینه که سایت های ایرانی رو مقایسه کنم و اینکه در نهایت بگم که شما در ایران چجوری میتونید بخرید و اینکه من چجوری خریدم، تجربه خودم رو میخوام از این قضیه بگم. بذار بریم روی کامپیوتر. اول از همه بیایم مقایسه کنیم، ببینیم که توی ایران چه سایت هایی هستش و چجوری میتونید ازشون خریداری کنید. بهترین راه برای اینکه بفهمید از کجا میتونید این جنس ها رو بخرید سایتیه به نام سایت تروب، که حالا همتون میشناسید، این تبلیغ نیست، به هیچ وجه تبلیغ نیست، چون قرار راهکار خودم رو بهتون بدم و نمیتونم بگم اصلا این ویدیو تبلیغاتیه، فقط به خاطر اینکه خیلی از قیمتا تو این سایت هستش و دیگه نیازی ندارید که توی سایت ها بچرخید و قیمتا رو مقایسه کنید، میخوام بهتون بگم. یکی اینکه گوپرو که من خریدم اسپیشال باندل بود، روش یه دونه سپای شورتی که الان روی دستگاه، یه دونه رم، یه دونه باتری اضافه به ابرای خود دوربین اصلی گوپرو و یه دونه از این کلیپای مگنتی و سوسماری ها روش بود. با اینکه اینا رو همه با هم توی یه پک آماده به همراه اون کیفش به من دادن و من همراه اون لایت ماد گرفتم، میدیا مادش رو گرفتم و همینا، و یه دونه امکانی به من میدادش که تا 1 سال من میتونم از فضای ابری گوپرو استفاده کنم و دیتا و مثلا فیلمایی که میگیرم همون آن آپلود کنم توی گوپرو، سایت گوپرو، فضای ابری گوپرو، و حالا هر موقع خواستم ازش دانلودش کنم. این از این، اینو داشته باشید. فعلا میخوام در مورد خود همین اسپیشل باندل صحبت کنیم. توی سایت مختلف قیمتای مختلف هست، دارم میگم هیچ معلوم نیست قیمتی که بهتون میدن قیمت واقعی باشه یا نه. یه سایت دیگه هم بذار باز کنم، بذار مالتینا هم باز کنم، لازم میشه .com. خب سایت تروب داریم اینجا. اینجا توی سایت تروب اسپیشل باندل توی دوتا فروشگاه هست، 15900، از 15900 به بالا، و خیلی جالبه که اینجا یه اسپیشل باندل هست، همونه یه اسپیشل باندل اینجا از 1600 در دیده نگار، و اینکه نمیدونم چرا این دوتا زیر مجموعه همدیگه نیستن، به دلیل اینکه اسماشون یکسان نیست، توی توضیحات اسم یکسانی نزدن. یه اسپیشل باندل هست 16 تومن مقداد آیتی، بعد دیگه چیزی نیست. این فعل یکی هم اینجاست، دیجی سنتر 12320، این مال گوپرو 9، اینو داشته باشیم، گوپرو 9 12320. توی مالتینا چجوری اوضاع؟ ممنوع جفروزر هستن ببند. خب گوپرو هیرو 10 بدونیم چی میاده برامون. خود دوربین خالی این، نه اگه اینو در نظر بگیریم، دوربین خالی باز قیمت نداده اینجا،
بازش کنیم. توی خود آمازون، توی خود سایت حالا مالتینا که فروشنده آمازون، خودشون پک های مختلف دارن با مثلا رم جدا، نمیدونم از این چسبونه کیا و این سپاهیه و یه پک کامل لوازم جانبی که حالا بعدا خودتون میتونی جدا بخریدش. و مثلا این مدل هستش که از این سربنده داره، یه دونه رم ریدر داره یو اس بی، یه دونه رم روشه و مثلا $455 $456 دیگه مسخره بازی چیه، $456 میفروشه. اسپیشل باندلش نیست، یعنی اون پکی که خود گو پرو به صورت اورجینال آماده کرده توی اینها نیست. یه چیزی هست شبیه اون ولی اون نیست باز در کل. خب و توی مالتینا حالا دوربین خالی و اگه بخوای بخری $19,600,000 هستش با حالا هزینه گمرکی میگیرن، یک ماه هم طول میکشه تا برات بفرستن تا یک ماه و اینها بماند. اگه دوال باتری شارژر روش بگیری بذار لود میکنه $19,670، جالبه تقریبا فرق نکرده. اگه کل اون پکو یعنی یه قاب ضد آب و ضد ضربه رو بخوای بگیری، یه دونه رم بخوای بگیری، این دوربین و دوال شارژرش رو بخوای بگیری، یه چیز بوده $24,000,000 در میاد از مالتینا، چون با هزینه گمرک بدی، هزینه ارسال از آمریکا به حالا اینو میگن از آمریکا، از آمریکا به ایران بدی، هزینه ارسال از دفتر ایران به کشور رو بخوای بدی، بستگی با آدرست باز قیمت‌های مختلفی در میاد. اینم از این. پس آمازون هم دیگه دیدیم چه جوری دیگه، بخواید از آمازون مستقیم از ایران بخرید چه قیمتیه. و اینکه توی آمازون تخفیفای بعدم بهش میگیم میرسیم، این تخفیفا رو نداره. بذار برگردیم صفحه اصلی مالتینا رو داشته باشیم. اینجاست. خب پس دیدیم توی ایران آپشن زیاده، میتونید فروشنده های معتبری که توی ایران هست از دیجیکالا بگیر تا مقداد آی تی تا دیدنگار یا اینجور چیز، اینا رو میتونید بگردید پیدا کنید، ولی قیمتاشون بهتون میگم خیلی بالاست به نظر من. حالا نظر من چیه؟ کاری که من کردم اینی که من از سایت خود گوپرو خریدم و اینکه چجوری خریدم، چجوری پول منتقل کردم و چجوری به دستم رسیدم داستانه. گوپرو برای بار هزارم میگم توی ایران نماینده رسمی نداره، شما نمیتونید، هیچ فروشگاهی متعلق به گوپرو توی ایران نیست، هیچ جنسی با اینکه مثلا چی بهش میگن صادراتی از آمریکا به ایران صورت نمیگیره که دوربین گوپرو توش باشه. برای همین همیشه یه واسطه باید باشه، حالا این واسطه بازاریایی هستن که توی تهران توی شهرهای مختلف هستن و همین فروشگاه اینترنتی از اونها خرید میکنن، یا واسطه مثل مالتیناس که از کشورهای مثل آمریکا براتون خرید میکنه، از سایتی مثل آمازون براتون خرید میکنه و نه سایت خود گوپرو. و اینکه خودت واسطه رو ایجاد کنی. من یه دوستی دارم، دوست دوران دبیرستانمه، الان مهاجرت کرده کانادا زندگی میکنه و ارتباط ما بعد از مدت‌ها دوباره شکل گرفت و یعنی تونستیم هم دیگه رو پیدا کردیم، شماره رد و بدل کردیم و اینها، و این زمینه برای من ایجاد شد که آقا من میتونم از طریق این دوستم یک جنسی رو بخرم و برای خودم مثلا بخرم، اون دوستم برام زحمت ارسالش رو بکشه و بفرسته. برای همین لازم که نشد تونستم از سایت گوپرو، از سایت خود گوپرو خرید کنم. موقعی که شما میرید تو سایت گوپرو، اول از همه من بعد اون کشوری که واسطه شما هستش، حالا دوستتونه، فامیلتونه، هر کیه که هست، ببینید تو کدوم کشوره. کشور مختلفی هست، نگاه کنید توی آمریکا و حالا حوزه قاره آمریکا جنوبی شمالی کشورهای زیادی هست، کشور بزرگش همه هستن، مثلا پاناما من نمیبینم، پاناما هم داره، حتی پاناما هم داره نماینده. بعد اروپا باز کشورهای زیادی هستش، آسیا و اقیانوسیه، ژاپن، استرالیا، نمیدونم ماکائو، مالدیو، سنگاپور، مالزی، بنگلادش، نپال، اینا باز نماینده دارن، و میدل است آفریقا، اسرائیل، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی، مراکش، مصر، عربستان سعودی، قطر، لبنان، الجزایر، موریتیه،
حالا این هم اردن، عراق، عراق هم میتونی بخری و حالا سایتشون انگلیسیه دیگه، عربی اینا نیستش، ولی مبلغی هم که میدید دلار آمریکاست دیگه مثلا صفحه عراق. من دوستم کانادا بود، بعد صفحه کانادا رو آوردم، کانادا به صورت انگلیسی. و اینکه موقعی که وارد سایت میشی قیمت اینجا دیگه دلار آمریکا نیست، دلار کاناداست. الان مثلا همین اسپشال باندل منو گذاشته، به غیر از اون لایت مود و میدیا مود و اینها، اینا رو گذاشته $530 تقریبا با تخفیف. این تخفیف هم به خاطر این سابسکریپشنه که یک سال است، و اگه شما مثلا مشتری جدید باشی این تخفیف رو بهت میدن، اگه اونو نخوای بگیری تخفیف پر میشه. و حالا داستان داره، دوربین که نه، یه دونه لوازم جانبی جدیدی هم معرفی کرده گوپرو به نام دسته ولتا. یه دونه دسته است که مثل همین مونوپاد عمل میکنه، سپایه به صورت سپایه هم قرار میگیره و داخلش ریموس داره، یعنی شما میتونی دوربین تو از طریق اون روشن خاموش ضبط متوقف کنی، ضبط شروع کنی، مدار رو عوض کنی. و این که چیز هم داره، چی بهش میگن، یه دونه باتری هم داخلش داره که به صورت شارژر همراه میتونی ازش استفاده کنی، دوربینو بهش وصل کنی. به همراه اینا، یعنی تو این پک جدیدی هالیوود این یور هند که نوشته، به همراه این میتونی چیز هم بکنی، یعنی لایت ماد هم بهت میدن، لایت ماد و اون میدیا ماد رو بهت میدن، میتونی مثلا یه پک کامل بگیری. اینو باز کردم حالا قبلا. به غیر از اون اینجا میتونید لوازم جانبی مختلف، لوازم محافظتی و مادای مختلفشو بخری. حالا اینها به کنار، میریم تو صفحه اینها. توی صفحه اسپیشل باندلی که هستش همون چیزی که من خریدم، یعنی اون دستی کلیپسی سوسماریه و این سپایهی که بهش میگن شورتی که الان روی زیر دوربین قرار گرفته، خود دوربین و باتری اضافه و یه دونه رم 32 گیگ سندیسک. اینها رو همه با تخفیفی که به ما داده شده $530. این $530 رو موقعی که با قیمت دلار آمریکا که الان 24400 امروز روز 24 تیر ماه 1401 که جمعه هستش، که بازار تعطیله یعنی هیچ نوسانی صورت نگرفته، قیمت این میشه یه چیز حدود 12,932,000 تومان. 12,932,000 تومان اگه اون سابسکریپشن رو داشته باشین، نمیدونم مثلا چی هست، اون تخفیف اعمال بشه، همون ابزار اعمال تخفیف و فلان اینها، میشه 12,932,000 تومان. 12,932,000 تومان موقعی که توی این صفحه تروب داشتم میگشتم، این دوربین اسپیشال باندل دوربین گوپرو 9 قیمتش 12,320,000، یعنی 600 تومن تقریبا تفاوت دارن، ولی یک نسل بالاتره، یک نسل بالاتره. شما یه دوربین اصلی میگیری، بعد اگه بخوای شما اون هالیوود این یور هند اون کریتور ادیشنشو بخوای بگیری میشه $701. کاش من اون زمان اینو میگرفتم، خیلی خوب بودیم، که میشه 17,128,800 تومان. خب این تا اینجاست که این محصول و شرکت گوپرو بگیره بفرسته در خونه اون واسطه شما. حالا تو کشورهای مختلف قیمت‌های مختلف، تو حوزه یورو قیمتاش بالاتره اصولا، چیزی که من گشتم، حالا ممکنه الان بالاتر پایین تر باشه. و اینکه این از این دیگه چی؟ اگه بخواید از آمازون هم بخرید، خود دیدیم دیگه، صفحه خود چی؟ صفحه خود مالتینا مثلا الان $394,305 گذاشته خود دوربینو، ولی اگه بخواید شما فقط دوربینو بخواید بخرید تو خود سایت گوپرو 400 و گرونتره؟ $460 این چند؟ $360 خود دوربین خالیش. اون ماده فکر کنم خیلی تأثیر زیادی داره روی چیز، اون اسپیشال باندل خیلی تأثیر زیادی داره روی تخفیفشون. آره دیگه، روی دوربین خالی $250 تخفیف میده و روی اسپیشال باندلش
$330. اینا از اینجا داشته باشیم. خب حالا به بحث مات‌هاش و اینا رو بخوای در نظر بگیریم که اون چیزایی که من خریدم بخواد در بیاد. مات گو ماده مختلف دوربین گوپرو 10، یه دونه مکس لنز که یه لنز خیلی عریض‌تر از اون چیزیه که شما تو این لنز عادی گوپرو می‌بینید و یه جوری مثلا میگن 180 درجه ظهور 180 درجه رو پوشش میده. خیلی عدد وسیعه، واقعا وحشتناکی. برای کاره من جواب نیست، برای کاره که مثلا یارو دریا نورد شناگر نمیدونم، کاره اکشن جواب میده، نه کار من. به درد منم نمیخورد، نگرفتم. یه دونه ماده میدیا ماده که قاب میکروفونش و اون اتصالات مثلا میکروفون فیش 3.5 میلیمتری و HDMI مینی HDMI و اینجور چیزا روش سوار میشه که $110 الان. و من لایت مادم گرفتم، این الان 60-70 دلار زده لایت مادشم که روی همون میدیا ماد، و حتما میدیا ماد رو داشته باشه تا لایت ماد روش سوار شه، بگن روی بدن هیچی سوار نمیشه. اینا مثلا یه چیز حدود 190-180 دلار هم این. خب اونجا چقدر شده بود برای ما؟ 530. بذاریم ماشین سو بزنم. 530 به اضافه 180 میشه $710. زب در 24400 تومنی که الان هست میشه 17,324,000. قیمتش الان خیلی فرقی با اون پولی که من دادم تقریبا نکرده، یعنی بعد از 6 ماه من یه چیزی بوده 17 تومن دادم و هنوزم 17 تومنه. در صورتیه که قیمت دلار کانادا اون موقع 21,500 تومن بود، ما اون موقع چک کردیم و یه همچین قیمتی در اومد. حالا شما دوربین رو به هر شکلی که هست از سایت گوپرو خریدید، رسوندید به دست واسطتون، چجوری میخواید برسونیدش ایران؟ راه اول پستش کنید. ولی مشکلی که پست داره اینه که چون دستگاه باتری داره ممکنه توی ممنوعات پستی قرار بگیره. به هر حال محصولی که موقعی که تو مسیر پست هستش موقعی ممکنه گرما ببینه، ممکنه سرما ببینه، و باتری ها چون به دلیل اینکه یه مقدار شارژی داخلشون هست ممکنه در اثر این سرما و گرمای یک اتفاقی بیفته، یک باری منهدم کنن. یه باتری خیلی چیز خطرناکیه. در نتیجه پست رو فعلا میتونیم بیخیال شیم. به علاوه این که پست ممکنه موقعی که میرسه به ایران مالیات هم بهش تعلق بگیره، یعنی ممکنه یک جنس نوعی وارد ایران بشه و به هر حال جنسی واردات وارد کردی دیگه، مالیات پس قرار میگیره، گمرک قرار میگیره در واقع روش. پس پست اصلا بیخیال شید. میتونید صبر کنید اون دوست عزیزتون برسه ایران براتون به عنوان سوغاتی بیاره، که معلوم نیست که برسه. اگه کسی میشناسید که میخواد براتون بیاره به اون بگید. میتونید از واسطه استفاده کنید. ما یک گروه تلگرامی رو پیدا کردیم، یعنی این دوست من پیدا کرده بود که کالاهایی رو، اونا خودشون مسافر بودن میخواستن بیان ایران یا میخواستن از ایران برن اونجا، برای افرادی که مثلا نیاز بود مدارکی جابجا میکردن، اگه بسته کوچیک بود جابجا میکردن، یا اگه میتونستن پولی رو جابجا میکردن و براشون میبردن. این راهش هست، ولی اعتماد کردنش با شماست. ما اعتماد کردیم، جوابم گرفتیم، هزینه‌ای هم که دادیم آنچنان بالا نبود، یعنی هزینه معقولی بود و نسبت به خرید از مالتینا که یک عدد عجیب غریبی حدود چقدر 7 تومن فاصله است از مالتینا به خرید، از اون در وسیله هم که میخوای نباشه 7 تومن اختلافه. روشی که من استفاده کردم همین بود. کالا را از گوپرو به دوستم سفارش دادم، گفتم این لاین، این وسیله رو، این وسیله رو، این وسیله رو برای من بگیر، حسابش کن، پول من برات واریز میکنم، حالا یه جور دیگه حساب میش میکنیم، و اینکه بده به یک نفری که بهش اطمینان دادی برای من بفرسته. و همین کارم کردیم و الان 6 ماه 7 ماه این دوربین دست منه، هر روز دارم ازش استفاده میکنم و واقعا عالیه. دست اون دوستم درد نکنه، عالی بوده کارش، واقعا زحمت زیادی برام کشید بابت خرید این دوربین. و اینکه
آره دیگه من خیلی راضی ام الان از این وضعیت. آها یه چیز دیگه، توی مناسبت مختلف دوربین شرکت گوپرو ممکنه تخفیف های مختلفی قرار بده. مثلا من این دوربین رو اولین بار این تخفیف رو زمان بلک فرایدی این تخفیف ها رو گذاشتم و من تونستم بخرم به این قیمت. الان بعد از خود بعد از چند ماه خب این تخفیف ها همچنان سر جاش، شما هم میتونید الان بخرید. به علاوه این که چند ماه آینده احتمالا توی شهریور ماه یا اوایل مهر یا شاید زودتر یا شاید هم دیرتر گوپرو ممکنه دوربین جدیدش رو معرفی کنه و ممکنه توی شروع فروشش یه سری تخفیف بذاره و شما میتونید اون موقع این تخفیف رو ازش استفاده کنید، قیمت کمتری بگیرید. فعلا آخرین سری که تولید کرده همین گوپرو 10 و اگه حالا درون داشته باشید از این FPV ها میتونید گوپرو بون رو بگیرید، گوپرو 10 بون که بسته کوچیکتر و جمع جورتر این دوربینی گوپرو برای پرنده های FPV. و اینکه اون موقع هم دسته ولتا نبود، وگرنه من اون ولتا رو میگرفتم. الان ولتا هم هستش، تازه مادا هم بهش میدن، خیلی هم خوب و جوابه و قیمتش هم همین چیزی در میاد که اسپیشال باندل بخوای بگیری و منطقی هم هستش. البته من اون موقع این 17 تومانی که خریدم یه دونه شارژر دور باتری هم خریدم، یعنی الان من 3 تا باتری دارم که دوتاش روی اسپیشال باندل بود، یه دونه رو اون شارژر دواله. شارژر رو بذاریم چند زده؟ شارژر تر دوش نیست، پروتکشن مانس اسسوری. خب شارژرم خودش 80 دلار، البته سری جدید باتری رو داره میده توش که باتریش خودش 60 دلاره. باتری به نام اندورو یه همچین چیزی، نمیتونم دقیقا تلفظش دقیقا چی میشه. باتری سری جدید گوپروه که الان دوربینای باتری گوپروه که من دارم آبی رنگ مشکی و آبیه و اینا سفید مشکیه و میگن که توی شرایط آدور که خیلی هوا سرده یا خیلی هوا گرمه خیلی مقاومت بیشتری داره و خیلی شارژ بیشتری و نگه میداره. سری جدید باتری، سری قدیمی باتری رو دیگه ندارم، باتری قدیمش هم دارن. آره دیگه، به هر حال این بودش داستان خرید این دوربین و اینکه چجوری شما میتونید این دوربین رو بخرید از سایت خود گوپرو و چقدر براتون ممکنه به صرفه تر باشه نسبت به اینکه جنسی رو از داخل ایران بخواید بخرید. دارم بهتون میگم خرید از خارج، یکی اینکه باید اطمینان کنید به اون حالا دوستتون که اونجا هستش، اون واسطه‌ای که دارید و اون واسطه‌ای که داره براتون وارد ایران میکنه این قضیه رو. دو اینکه ممکنه زمان طولانی هم طول بکشه تا اینکه این دوربین به دستتون برسه و اینکه اگه دوربین مشکلی داشته باشه سخت میشه برش گردوند به فروشنده، چون فروشنده توی آمریکاست و شما توی ایرانید، یعنی دوباره بعد بدید اون دوربین رو بفرستن خارج و این دوربین بره اونجا دوباره معلوم نیست کی برگرده. هزینه ارسالی که من دادم بابت مثلا وارد کردن این دوربین به ایران 20 دلار کانادا بود. 20 دلار کانادا الان میشه یه چیزی بوده 200 خورده ای، نه 400 خورده ای، و هیچ ایرادی برای من نداشت. من اینو پرداخت کردم، خیلی هم راضی ام چون دوست داشتم جنس اصلی باشه. ولی این مزیت هم در نظر بگیرید که سرجم هزینه‌تون نسبت به خرید از داخل ایران کمتره، ولی خب یه سری ریسک هم داره دیگه. دیگه با خودتونه که چجوری میتونید این دوربین رو بخرید. لینک محصولاتی که خریدم رو این زیر توی دیسکریپشن می نویسم و میتونید ببینید الان با چه قیمتی میتونید بخرید. لینک ها همش برای سایت گوپرو و هیچی دیگه، همین. تا ویدیوی بعدی که همدیگر رو ببینیم ایشالله شاید گوپرو 11 برسه دستم اگه تفاوت زیادی داشته باشه با گوپرو 10، اگه پولش جمع بشه ایشالله ببینم همدیگر رو. فعلا